سرگذشت دشتم به لب رسید که هر چه کرده با من فراغ کربلا حسین 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 جا اینجا صحن بهشته، اینجا اربابمون آقا ابوالفضل عباس، این صحن طلای آقا ابوالفضل عباس است. سلام سالار، سلام ارباب وفا، سلام ارباب ادب، سلام ارباب آقا. بسیار دلنشین و دوست داشتنیه، اینقدر صمیمی اینجا که اصلا فضا برات یک حال قشنگی داره، یک نگاه قشنگی داره، یک تنفس زیبایی داره. حسین جان نظر تو چی آقا جون؟ همین حرف رو باید بزنیم، واژه ها در مقابل این حس و حال توی خیابون‌ها، کوچه پس کوچه‌های کربلا با این ماشین‌ها حرکت کردن بسیار زیبا و دلنشینه. بفرمایید. همینطور که می‌بینید ما الان دور حرم، یعنی پشت حرم آقا ابوالفضل عباس هستیم. اینجامون رواق‌های تازه‌ایه که درست کردن محمود اگر بگیری، و این زیر اینجا هم همون سردابی بود که با هم رفتیم دیدیم، سرداب برای پذیرایی از زائرای آقا ابوالفضل عباس. بله، این هم یکی از اون ماشین هایی هستن. بله این مینی بوس هایی که صحبتش شد، مسافرین و زائران آقا ابوالفضل و آقا امام حسین رو رایگان از اون خیابونه که گفتم بابل قبله آقا امام حسین، از اونجا میارن به هر نقطه‌ای که بتونن بیان، یعنی اینکه اجازه ورود داشته باشن. بله، ببینید از این ماشینا نقل ترامز الماء الشرب داخل صحن، داخل صحن وخارج الصحن، يعني قصد بالحائر، المناطق اللي بالحائر وكذلك المناطق اللي بالنقاط الموجوده. حبيبي فوق حسنين، دقيقه لا قال قال الاخ الاخوان ينقلون الماء من محلات التحلية، مكان التحلية أكو مي، مكان التحلية في المي يودونها للصحن، وبعدين ينقلون المي للحائر وللنقاط الموجودة لاستقبال الزائرين اللي المناطق اللي قطع. بعد بتلزمين عندهم شغل خير. إيه عادي ما عندي شغل. يعني كإن ماشيناي شارجي هم مخصوص إنن ك این ترمزا به فارسی چی میشه ترمز؟ کلمن. بله، این کلمن ها رو میرن یه جایی که آب و یخ چیز پر میکنن، آب آشان میکنن و یخ میارن داخل صحنه آقا حضرت ابوالفضل عباس و خارج صحنه حضرت ابوالفضل عباس در بین الحرم و جایی که تعبیه شده، اینا رو جاسازی میکنن. الان میرن اونجایی که یخسازی آقا ابوالفضل این نقاط خارجیه، یعنی نقاط التفتيش اللي هو اللي يفتشون استقبال الزوار، يعني المكان اللي الزوار يجون. هذا النقل المتحرك، هذا معمل الثلج المتحرك، كارخونه ايه متحركه، كارخونه يخسازي متحرك حضرت ابوالفضل، هذا المعمل الثابت فجاله، كارخونه ثابتشه ولی این ماشینا الاخ اللي قدم الثلج للزوار، الاخ احمد مسؤول يوزع الثلج للزوار الساعه قبل الفطور. السلام عليكم. السلام عليكم. على شبابكم باليوم كم قالب ثلج هنا تسوون تقريبا؟ يعني الصحن والحائر في 2000 قالب. 2000 قالب. 2000 قالب.
اسم استاد احمد حسن، مسئول یخداری حضرت اول فضل عباس تحت نظر قسمت خدمیه. ازشون پرسیدم، گفتم در روز چند تا قالب یخ درست میکنین؟ گفتن اگر فقط حرم حضرت اول فضل عباس و حرم آقا سید الشهدا و بین الحرمین باشه، حداقلش روزی 2000 قالب یخ. بله بله، 2000 قالب یخ. یعنی مواقع العتبة هم الخارج اللي عندنا تابعة مواقع العتبة، اضافة عندنا توزيع خاص للزائرين، يعني توزيع خاص للزائرين. كم قالب اليوم؟ يوميا أنا خل الخميس يمكن وصل معدل نقدر نحسبه على هذا الوزن 1000، لأن ذاك يعادل 4 أو 5 قوالب، هذا نقدر 1000 قالب مع الزائر. میگن که ما شبای جمعه هر شب که ساعت 6 به بعد یک قسمتی داریم که توزیع میکنیم قالب های یخو برای زائرین حضرت ابا عبدالله حسین و آقا قمر منیر بنی هاشم. ازشون پرسیدم که چند قالب در روز به زائرین پخش میکنیم؟ گفتم والا شب جمعه که دیشب بود حدوداً 1000 قالب یخ فقط برای زائرین. فقط برای زائرین، اضافه اینه نه کل توزیع مباشر للزائر. یعنی میگن اینجا خودمون قسمت پخش مستقیم داریم برای زوار حضرت عبادت، اینجا شربت، همه چی به زوار حضرت عبادت. مواقع نقاط الفوج عندنا خارجی، نقطه هایی که تفتیش میکنن نظم و برقرار میکنن، اینا رو هم تحت پوشش خودشون دارن قرار میدن. بله، بفرمایید چند پرسنل زیر نظر شما کار میکنن؟ كم موظفين عندكم في بين الشركات الثلج؟ عندنا 5، كل وجبة 5 نفرات. كم وجبة عندكم؟ عندنا 3 وجبات. 3 وجبات. يعني ما هر ما 3 شيفت داريم تو این کارخونه هامون، هر شيفتمون 5 نفر پرسنل داریم. پرسنل داریم. بگین که میتونیم یه لحظه داخله ببینیم یا نه؟ اگر انتم جواب من سوال بفرمایید. بفرمایید آقا. معمل الثلج ينتج عندنا تقريبا بالألف قالب، وكذلك هذا المعمل ينتج بالألف قالب، فهذا يتوزع للزوار أثناء الفطور وفي المناسبات الدينية والمناسبات 43 زيادة نصف شعبان. هذا يقدم الخدمات للزوار، والأخوة هنا ليل نهار متواجدين، يعني تلف على شكل 3 شفتات، فكل شفت 5 نفرات اللي هم يقومون بهذا العمل، وهذا القسم هذا المعمل تابع لقسم الشؤون الخدمية، وبمساعدة الأخوة في شعبة الصيانة اللي تابعة للشؤون المهندسية. يفهمون که این قسمت کارخونه یخسازی حرم حضرت اول فضل عباس ثابتشه و اون که بیرون دیدید قسمت متحرکش هست. روزی 1000 قالب یخ از این کارخونه و 1000 قالب یخ از اون کارخونه صادر میشه به تمامی نواحی کربلا، هم از حرم آقا حضرت عبدالله، هم از حرم آقا قمر منیر بنی هاشم علیه السلام. ساعت‌هایی دارن که به کلیه زوار حضرت عبدالله حسین از همین کارخونه یک توزیع میکنن. الحمدلله رب العالمین. ما الان اینجا یکی دیگر از درهای ورود به بهشت آقا ابوالفضل هستیم. خدا میدونه من الان اینجا ایستادم حرم خنک‌های صحن آقا ابوالفضل عباس رو دارم حس میکنم، همینطور دوستان دیگر. اینجا باب امام هادی علیه السلام که من به نیابت شما باز از این در هم سلام میکنم و سرخم میکنم به آقا ابوالفضل عباس صلی الله علیه یا ابوالفضل عباس. بله بفرمایید آقا. آقای زبیدی بپرسید که الان این قسمت هایی که خرابه و دارن درست میکنن رو هم یه مقدار راجبش توضیح بدن. حالا اقسام خربانات و بتصلحون قدرون شوية توضحون؟ لا هذا مو اقسام، هذا التوسعة، هذا التوسعة مو هذا تابع للشغل الهندسية مو شغلنا. هذا مو ضمن اختصاصنا، ما نقدر قسمت ما نیست، ما نمیتونیم صحبت کنیم راجبش. قسمتی هست به نام هندسیه که تحت نظر این کارا تحت نظر اون قسمت انجام میشه و این قسمت الان تحت توسعه محمد جواد تحت توسعه حرم حضرت اول. این قسمتی که الان میبینید که الان دارن تر توسعهش هست و مثل اون بر زیبا و شکیل میشه انشالله باب امام جواد علیه السلامه که باز این در را هم من به نیابت شما سرخم میکنم و سلام میدم صلی الله علیه که یا ابوالفضل عباس.
بفرمایید بفرمایید. حالا این بخشی که دوستان گفتن که بخش هندسی است، مهندسی در حقیقت، مهندسی و طراحی طرح توسعه حرم آقا ابوالفضل عباسه، که اینو ما انشالله توی برنامه‌های آینده حتما خدمت این مهندسین و طراحان طرح توسعه خواهیم رسید و توضیحات رو ازشون خواهیم پرسید انشالله. حالا این دیواری که دارید میبینید دو بله تا دور صحنه بله، این مهمانسرای جدید آقا حضرت ابوالفضل عباس بعد از طرح توسعه است. بله بله بسیار بله. هم زیباست. مهمانسرای آقا امام حسین رو هم ما رفتیم انشالله توی برنامه‌های شوق حضوری که در خدمت حرم آقا امام حسین علیه السلام بودیم رو بهتون نشون خواهیم داد و این مهمانسرای حرم آقا ابوالفضل عباس رو هم در برنامه‌های آینده حتما خدمتتون نشون خواهیم داد. من میتونم یه چیزی بله. اضافه کنم؟ بله بله. ماشینی که الان اینجا می‌بینید بله بله. در داستان مهمانسرای آقا حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام هست. این ماشین وظیفه‌اش اینه که نون ساندویچی تهیه می‌کنه و به زوار حضرت ابوالفضل. چقدر جالب. نون تهیه می‌کنن و تقدیم زوار آقا امام آقا ابوالفضل عباس. میگن که الان ما داریم میریم جایی که ماشین هایی که شارجیان و زوار حضرت ابوالفضل رو منتقل میکنن به کربلا محل و به حرم آقا سید شهدا حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام رو میخوایم بریم نگاه کنیم. بسیار خوب بفرمایید. Thank you.